دوباره خوش آمدین دوستای عزیز بس ما با استاد گرامی روانشناس می باشن زهرا میرزایی ادامه داره در رابطه با استرس زمان بارداری و فعلا هم استاد می خواهیم که شما بشنویم دلایل استرس بارداری چی هست دلایل استرس بارداری هم طور که شما میدانین همه بینندگان عزیز میدانن که خانمای باردار در دوره بارداری یک فشار روانی و جسمی را تحمل میکنن چون تغییرات جسمی و روانی در زندگیشان رخ میده از لحاظ جسمی شاید بگن کمی چاقتر میشه میشیم اینا همه دلایلی هستن که برای یک مادر یا برای یک خانم استرس میاره امروز یکی از دغدغه‌های همه, همه همیه که زیبایی دست ندم و این با. استرس در وجود مادر باردار هم زیاد هست یکی تشویش داره که مبادا بعد از بارداری مثلا اندام ما به هم بریزه یا لکهایی که در جریان بارداری روی صورت میجاد میشه دچار مشکل شد و زیبایی ما رو در خطر بندازه همه اینا استرس و تشویش ها و نگرانی یک مادر باردار هست دیگه دلیلی که میتونه باشه مثلا مهارت هایی که بلد نیستن در دوره اگر کسی که مثلا این استرس ها رو پیدا میکنه مهارت های مقابله با این استرس بلد باشه و یکی به خاطر که یک مهارت یاد بگیره مادر باردار یا خانم باردار دنبال این میگردن که برن مهارت ها رو یاد بگیرن اما وقتی کسی که مثلا این مهارت ها رو بلد نباشه این استرس ها رو خیلی بر خودش تشدید میکنه و دچار استرس های زیادتر میشه در دوره دلایلی که میتونه مادری را دوچاره ای کنه که استرس دور بارداری را تجربه کنه از جمله همین مثلا تغییرات فیزیکی و تغییراتی که خلقی ایجاد میشه مثلا بعضی مشکلاتی که مادر باردار ممکن تجربه کنه حالت تهوع و مریضی که خود مادر داره مثل بعضی فشار خون ها و بعضی مشکلات دیگه ای که دارن دیگه تغییرات هورمونی در این دوره خودتون که میدانین که تغییرات هورمونی ایجاد میشه مادر در این دوره وقت تغییرات هورمونی باعث میشه که روی خلق و خوی مادرم تاثیر بگذاره فشارهایی که از بیرون مثلا بالای مادر وارد میشه از طریق مثلا خانواده، کار و همه اینا استرس که مثلا ممکنه بالای غیر از استرس دور بارداری استرس های دیگه هم برش ایجاد کنه. مثلا در دوره دوره سختی رو میگذارانه و باید همه با او حمایتش کنن. اگر حمایت نکنن دچار استرس زیادتر میشن. مثلا تشوی... و یک مادر باردار وقتی استرس دور بارداری تش... تجربه میکنه تشویش هایی که داره مثلا دل... دلایلی که داره نسبت به هر فرد فرق میکنه یک فردی ممکن است شاغل باشه تس... مثلا تشویش کار بیرون و داخل منزلش داره تربیت فرزندش داره که میتونه به عهدش برای یا نمیتونه اما یک مادری که درست شاغل در بیرون نیستن اما باز هم تشویشی را داره که نکنه از تربیتش برنامه بچه سالم به دنیا بیایه نه مشکلات خودم چی؟ مثلا زیبایی به خطر میفته یا نمیفته من دوباره پس زیبا میمانم شاید مثلا نظر دیگران رجبه تغییر کنه همه اینا نگرانی هایی هستن که یک مادر باردار داره همراه خودش و سبب این میشه که استرس در یک مادر باردار به وجود بیارم دیگه ای که مشکلات اقتصادی هم دوچار استرس های مادر میشه در دوره بارداری آیا که ممکن هست ای طفل ما همه ایشان مربوط به تربیت میشن و همین استرس ها در دور بارداری برای مادر مشکل ایجاد میکنه بله و استاد گرامی چی خوب است که بدانیم چطور تشخیص بتیم که یک فرد باردار یک خانم باردار دچار استرس زمان بارداری شده آیا در زندگیش یا در سبک زندگیش کدام تغییر وجود میه یا از لحاظ روحی روانی دچار کدام تغییر میشه فرد فردی که دوچار استرس میشه یا خانمی که دوچار استرس دوره بارداری هست ده خلق خوب بله تاثیرات خودش داره همیشه نگران به نظر میرسه مضطرب کارایی که میکنه درست دست خودش نیست و همیشه تشویش داره و شاید بیشتر راجع به تشویش تشویشاش بگه با همسرش در میان بگذاره و یکی که هاش همیشه با مراقبت خیلی شدید از خودش نشان بده مثلا یک مادری که استرس بارداریش خیلی شدید هست شاید ممکن دست به هیچ کاری نزنه بعضی وقتا بعضی مادرها موردهایی رو ما داشتیم که وقتی استرس دور بارداری رو تجربه میکنن مدام از مرگ حرف میزنن این تغییرات در مادرای باردار زیاد هست که مدام از مرگ حرف میزنن میگن نکنم از زنده نمانم و مدام میگن که مدارم به مثلا وصیت من میکنم و, و یک یک استرس دارن <تصفح> یک هراسی دارن ترس دارن از خودشان مدام سعی میکنن همیشه تمیز باشن که مبادا اتفاقی نیفته و همیشه یک حالت آماده باش دارن برای خودشان و یکی مادری که استرس دور بارداری را تجربه میکنن همیشه حرف از همیشه حرف از ناامیدی میزنن مبادا بتونم نمیدونم بعد از این چه خواد شد و همیشه روزها را خیلی دقیق حساب میکنن باید. و یکی مادرای باردار روزها را حساب میکنن تا همو خوشی را که دو لحظه چی هم منتظر همو خوشی هستن مم. و یکی مادری که استرس داره او خوشی ها را نمیفهمه یعنی درکش نمیکنه نمیتونه به خاطر تشویشی که داره و مدام روزها را شمار میکنه به خاطر او استرسی که داره مم. فرق هسته بین باید. مادری که منتظر هسته تا تولد فرزندش همون خوشحالی را به دست بیاره و مادری که منتظر هسته تا همو استرسش از بین بره بخیر خلاص شده که همو استرس یا تشویش که دارم از بین بره اینا کلا در رفتارها و در گفتار م... کسی که استرس دور بارداری رو تجربه میکنه وجود داره امه. و استرس زمان بارداری یک فردی که دوچارش شده باشه یک خانم آیا امکان داره که بالای جنین یا که در راه است بالای از او تاثیر بگذاره؟ تاثیرات خود مسلما میگذاره و شاید این تاثیرات استرس ای باعث ضعیف شدن جنین شد و حتی استرس اگر بیش از حد شد باعث تولد زودرس میشه که ممکن است تولد زودرس رخ بده و وزن نوزاد کم باشه اینا همه ممکنه از از پیامدهای استرس دوره بارداری باشه تولد زودرس نوزاد کم وزنی که نوزاد داره و مثلا چون مادر شد تغذیه مناسب نکنه وقتی استرس داریم استراب داریم ما در خوراک ما ت... هم. تاثیر میگذاره گاهی وقتا بی اشتها میشن و گاهی وقتا پرخوری بیش از حد سبب میشه و این استرس خودش هم تاثیرات روی جنین میگذاره مم. طفل ممکن یا کم وزن به دنیا بیایه یا که زود هنگام مم. به دنیا بیایه دیگه ای که دوچار مشکلات بعدها روی روان کودک روان هم تاثیر میگذاره که شاید کودکی که از یک مادر مسترب مم. یا از یک مادری که پر استرس هست به دنیا بیایه بعدها کودک هم خودش دچار استرس و استراب های میشه که حالا درست کودک استرس دوره بارداری رو تجربه اما استرس در زندگی خودش داره بله و امکان داره که منوزاد در آینده پرخاشگر یا بسیار عصبی باشه بله ممکن مهم. هست وقتی آدم استراب داره پرخاشگری جزی از رفتار مهم. یک آدم میگه که استرس و استراب بله. داره کودکی که استرس, استرس مادر رو میگیره تأثیراتی که استرس مادر روی جنین میگذاره بعد ها ممکن هست کودک دوچار استرس و استراب شد و دوچار پرخاشگر. شد مهم. و استاد گرامی می خواهیم که توصیه شما را بشنویم چی توصیه دارین برای خانم های عزیز و خصوصا خانواده های عزیز که وقتی یک فرد در خانواده دچار استرس زمان بارداری هست چی برخورده داشته باشن با اونو خانواده در کل میتونن به مادری که استرس داره به کمک کنن مخصوصا همسر خانم میتونن خیلی کمک کنه و از خود خانومای عزیز وقتی دوچاره استرس میشن ای خواهش دارم که حتما در مورد استرسشان با دکتور خودشان مثلا هر, هر ماه شاید برن چک کنن یا با دکترشان حرف بزنن صحبت کنن راجع به استرسشان مم. یا با همسرشان ده. با, خانه، با اعضای خانوادهشان که خیلی در تماس هستن و میدانن اونا بهشان کمک میتونن در مورد استرسشان در مورد تشویشهایشان کاملا منطقی و خیلی واضح با اونا حرف بزنن و از اونایی که مثلا تجربه دارن هم کمک مم. بخواین مثلا مادرشان یا مادر شوهرشان و از خود شوهرشون ای که به صورت حامی باشن همراهشان حمایت کنن و استرسایشان جدی ببینن برایشان تو وانمود نکنند که یک چیز مثلا طبیعی است ترس نداره مثل همه مادرها در حالی که خانمشون هر کس متفاوت هسته این تفاوت های فردی رو ببینن ترس واقعی بدانند و کمک کنند که او ترس ها را کنارشان با حمایتی که میکنن او ترس ها را از کم کم از بین ببرند کوشش کنن اگر در حد توانشان اگر امکانش هست برشان حتما یک مشاور داشته باشن مشاور روانی که در این حالت خیلی میتونه کمک کنه برشان خیلی خوب میشه در دوره بارداری نرمش و ورزش مثلاً حتما انجام بدن اگر دیگه وقت انجام نمیدن، در این وقت انجام بدن و این خیلی خوب هسته که در این زمان استرسشان کم میسازن به زیبایی خودشان ظاهری و توجه داشته باشن مثلا دو زمان مثلا دنبال حفظ ز... زیبای زیبایی ظاهرشان باشن تشویشی رو نداشته باشن ممکنه الان مثلا بزرگ شده شکم و اندامم به هم ریخته اما بعد ها میتونه اینا مشکلاتشان رفع کنه به حفظ زیبایی ظاهرشان توجه داشته باشن بخاطر با این کار مثلا با ورزش و نرمش میتونن حفظ ظاهر کنن و زیبایی اندامشان توجه داشته باشن و حتما در مورد در موردش با دکترم حرف بزنه یعنی دکتر داشته باشن به خاطر همین حفظ ظاهرشان و تشویشاتشان میتونن خیلی راحت مشکلاتشان را حل کنن با. دیگه ای که اگر مثلا در دوره بارداری احساس استرس امه. و افسردگی کردن حتما پیش روانشناس برن, برن. که پیش روانشناس رفتن خیلی راحت میتونن هم استرس یا افسردگی که در زمان برایشان ایجاد شده را حل کن. <متحدث> روانشناس گپ زدین کدام وقت بسیار وقت خوب است به خاطر که نزد روانشناس مراجعه کند بهترین موقع کدام موقع در شروع بروز علائم یا که در وسطش ببینین اگر ما بگیم که قبل از ای که علائم شروع بشه تا یک هر انسانی مثلا مشکلات داره در دوره زندگی نه تنها کسی که استرس دوره بارداری را دارن اگر مثلا ما همیشه یک مشاور داشته باشیم مشاور و روانشناس داشته باشیم نظر امه. نسبت به هر مرحله زندگی ما باش مشوره کنیم خیلی راحت میتونیم استرس ها و همون هر دوره را یا مشکلات هر دوره رو تحمل کنیم و تجربه کنیم خیلی راحت میتونیم باش کنار بیایم چون مثلا ما وقتی دوچار مشکل میشیم تنهایی نمیتونیم چون اما قسمت منطقی ما کمی مثلا نمیتونیم منطقی فکر کنیم با. نسبت به مشکل ما کسی که استرس دوره بارداری داره اگر از همون اول خب مثلا خانم قبل از شروع بارداری هم استرس همراهشان هست آیا میتونم باردار شم این همه ای سوالا در ذهنشان هست و خیلی خوبه در کناری که یک دکتر نسایی دارن همراهشان یک مشاور روانشناس داشته بحرم. باشن بس. که بتونن این دوره را به صورت ای که با دکتر نسایی قرار میگذارم میرن دیدن دکتر و دکتر بعد از ویزیت برشون توصیه هایی میکنن این دوره را مثلا با توصیه های دکتر نسایی تر میکنن با توصیه های یک روانشناس هم تر کنن که بتونن همون حالت روانی دکتر نسایی مثلا مراقبت های جسمی و فیزیکی مم. را برشان یاد میتن دکتر روانی در این زمان دکتر روانشناس میتونه مراقبت های روانی را بر این بب. آموزش بده خیلی راحت میتونن این دوره را سپری کنن تشکر دکتر سوازی که تشریف آمدین به برنامه یک جهان سپاس سلامت باشید از عزیز فعلا یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم